ادامه برنامه سلام افغانستان تمام شما هموطنان عزیز ما خوش آمدید میگم، امید که تمام شما خوبان عزیزان خوب باشین، صحتمند باشین و دور از گزند روزگار در کنار فامیلتان یک زندگی خوب و خوش آرام داشته باشین. در این لحظات ای که کی در کنار ما می باشه و با او چه صحبت های خواهیم داشت ایره چند لحظه بعد می فهمین، به خاطر از ای که کی می باشه راضیه جان برتان میگه. شکر مستر جان، خسته نباشی و بله همتان عزیز، در این بخش دو مهمان عزیز و گرامی داریم که صحبت های خیلی 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 عالی با اینا می داشته باشیم. البته در آغاز برنامه هم گفته بودیم در موردشان، حالا هم دوباره و شما همتان عزیز مهمانان برنامه رو معرفی میکنم. زوج خوشبختی که زندگیشان را خیلی خوب آغاز کردن و خیلی خوب هم پیش میره، بله، آقای علیرضا صفدری و شکریه صفدری باید بگویم دیگه، چون با هم دیگر یک جا شدن و باید بگویم که یک محفل بسیار متفاوت از دیگه محفلا برگزار کردن. در کشور مثل افغانستان خیلی از جوانای هستن که تاکنون به خاطر هزینه های هنگفت عروسی نتونستن عروسی بکنن، ولی جوانان هستن که از یک راه بسیار خوب و مناسب با همدیگر یک جا شدن. فقط بر از اونا چیزی که مهم بوده عشق، محبت و توافق که آقای صفدری و بانو شکریه این مورد را در نظر گرفتن و با همدیگر یک جا شدن و ما هم زندگی خوب و خوش برشان آرزو میکنیم. امروز صحبت های در مورد برگزاری عروسیشان میداشته باشیم که عروسیشان چگونه برگزار کردن، با چقدر هزینه و در کجا. اگر شما هم میخواین در این مورد بدانین پس این بخش بیننده باشین و اکنون هم حضور پیدا میکنن. سلام علیکم، خوش آمدین. سلام افغانستان، تشکر زنده باشید. شکریه جان، صبحتان هم بخیر، خوش آمدید. صبح بخیر، صبح بینندای تلویزیون میوند هم بخیر، امیدوار هستم که صبح پر انرژی و بانشاد را آغاز کرده باشید. شما سلامت زنده باشید، چقدر خوشحال هستیم که شما در کنار خود داریم در سلام افغانستان و حرف و صحبت های خیلی زیاد با شما داریم. حتما سوانه داریم، اگر سوانه نخورده باشین. تشکر، ممنون. خورده لطف دارم. آماده کرده با سوانه را با هم آماده کرد، حتی سوانه رو با هم دیگر آماده میکنن، یاد بگیرین مستره یاد بگیرین. خب بله یه گفت هست، اصلا سوانه نمیگیرین؟ نمیشه، هر چقدر گوشت شما کنم. تشکر، لطفا. سوانه یه که با هم آماده بکنیم و هیچ وقت فراموشدنی نیست و هیچ سوانه مزه سوانه نداره، هرچند شما خیلی عالی هست منطقه ولی با سوانه اما سوانه حالا یک چیزی بیشتر رومانتیک عاشق بنه. اوه چقدر حرف زیبا و قشنگ. مستوره جان هم منتظر هست و خیلی گپا و صحبت با شما داره، پس میریم در ست برنامه. لطف فرمایید. سلام، خوش آمدین. سلام، خوش آمد. شما خوش باشین، تشکر. شما هم خوش باشین، امیدوار هستم خوش و خوشحال باشین. سلامت باشین، واقعا خیلی خوشحال هستم امروز یک زوج خوشبخت را در کنار خود داریم تا اندک دیگر را هم یاد بگیرن و وقتی که ازدواج میکنن بدانن که زندگی مشترک هستم. بله، من یک گفت یاد ندارم بخاطر که از من نامزدم کل کار خودش میکنه، کل کار یاد داره، من میمونم برای اون کارها را بکنم. و در صفحات مجازی چند قبل من چند تصویر از آقای صفدری و شکریه جان دیدم، واقعا بر من خیلی جالب بود و من نمی‌فهمم چطور به این توافق رسیدن که عروسیشون این گونه برگزار کنن. یک چند تصویر دیدم که بسیار ساده اما عاشقانه و با محبت عروسی برگزار شد در یک از مکان‌های فرهنگی در شهر کابل. واقعا دیدنی بود تصاویرش، خدا کنه که آورده باشن با خودشون که شما هم ببینین. و از کی آغاز کنیم؟ بله، حق اول از کی هست؟ شکریه مشنویم. چگونه به این مفکوره رسیدن؟
تو مرا میخوانی، من تو را میفهمم و همین ساده ترین قصه یک انسان است. در ابتدا ما میخواییم می رو بگویم که شعار ما بود که در ازدواج ما بیان کردیم و ما با این شعار زندگی میکنم و با این شعار جاودان خواهیم شد. و در ابتدا ما قسمی که انسان ها زندگی مشترک شروع میکنه از نامش پیداست که زندگی مشترک، یعنی دو نفر به تفاهم میرسن و به عقیده ای میرسن که ما با هم یک جای میشیم و نه تنهایی که دو نفر بعد از این به رسم و رواجی تنها زن و شوهر به اسم باشه، یعنی سمبولیک باشه، و باید معنی و عاشقانه با هم زندگی مشترک را شروع کنه. ایده ها، مفکوره ها، نه به این لحاظ که من یک زن هستم و صفدری و یا علی که من خودم برش میگم یک مرد هست، ما به مثابه دو انسان با هم یک جای شدیم و نظریات ما برای صفدری قابل قبول است و نظریات صفدری بر ما قابل قبول هست. و همچنان نظریه ازدواج هم بگویم که نظریه از ما بود، ولی خوشبختانه من افتخار میکنم و خوشبخت هستم که صفدری شوهرم است و من صفدری را در کنارم دارم. صفدری ایده ای که من به خاطر ازدواج داشتم قبول کرد و من از بابت بسیار خوشحالم. و در ضمنی است که ما تانستیم که تمام ایده های متفاوت را که داریم، چی از صفدری و چی از من، با همدیگر شریک کنیم و قبول کنیم. بله بله، شاید بهتر از آقای صفدری بشنویم که خب بعضی هایی که در صفحه اجتماعی با این مواجه شدن که شما چگونه مراسم میگرفتین را شاید آگاه باشن، اما بعضی هموطنان ما شاید حالی که ما در بوریدی صحبت میکنیم که یک مراسم خیلی ساده اما خیلی عاشقانه گرفتن، در ذهنشان هزاران سوال باوجوده که چگونه مراسم بودن. میشه که در مورد مراسم ازدواجتان صحبت داشته باشه؟ سلام مجدد. عروسی ما مدتی که ما با شکریه آشنا شدیم و رفتیم خواستگاری بیشتر از دو نیم ماه نمیشه تا امروز. ماه سه ماهی بعد رفتیم خواستگاری، بعد از خواستگاری با همدیگر در تماس شدیم. یعنی ما قبل از خواستگاری یعنی زیاد در ارتباط نبودیم، بیشتر از دو بار ندیده بودیم و باور خودم این هست که ازدواج باید منجر به عشق شود. وقتی که ازدواج می‌کنی باید عاشق همدیگر شوی. اگر عاشق همدیگر باشی ازدواج بکنی، زیاد زندگی که متجربهش داری و دوستای ما میشناسیم که همینطور عشق و عاشقی بوده و ازدواج کرده، زیاد ثمر نداشته. خب ما رفتیم خواستگاری، بعد از خواستگاری خب شماره همدیگر رو گرفتیم، صحبت کردیم با همدیگر. شکریه گفت من می‌خوام متفاوت زندگی کنم، حتی عروسی ما، یعنی گفت حتی عروسی باید متفاوت باشه. گفتم چه رقم باشه؟ گفت مثلا در جای فرهنگی باشه. اینا بعد دیر پالایش دادیم، پالایش دادیم، پالایش دادیم، بعد یک چیز جور کردیم قامت پیش خود. بعد رفتیم اولین کسی که باید باش صحبت کنیم که مو عروسی خود این قسمی میگیریم خسرم بود، حاجی حسینی، باش صحبت کردیم. مدت نیم ساعت مقناچ گرفتیم. بعد کسی دیگه ای که بود رفتیم سراغ پدر خود و برادر بزرگ خود، اینا رو قناعتشان گرفتیم. بعد مادر ما و خسر مادر ما، یعنی مادر شکریه جان، اینا رو صحبت کردیم، قناعت اینا رو گرفتیم زود، یعنی مدت یک روز ما قناعت کلی گرفتیم. بعد آمدیم در خانه فرهنگ افغانستان که در کارتی سه باش صحبت کردیم که ما این تیگر عروسی میگیریم. عروسی ما 247 نفر مهمان داشتیم. از ساعت 3 بعد از ظهر دعوتنامه خود نوشته کردیم، دو ساعت دعوت کردیم، الی ساعت های 7 بجه ختم شد. ما در اینجا سخنرانی داشتیم، دوستای ما فرهنگی ها که آمده بودن صحبت کردن، خسرم صحبت کرد و شکریه جان صحبت کرد، خودم صحبت کردیم. بعد یک چی داشتیم، یک کیک داشتیم که کیک قطع کردیم. بعد برنامه ختم شد و یک رفرشمنت داشتیم که جوس و کیک بود. بله. و دوستا را اون یک پذیرایی کردیم و دوستا رفتن، ما هم رفتیم. و حتی موتر ما گلپوش نبود و لباس عروسی شکریه 1000 افغانی شد. ما توضیحات بدیم که رفتیم ساتن آبی، چون رنگ آبی رو خیلی دوست داره، رفتیم ساتن آبی گرفتیم، در خیاط دادیم 500 روپی خود لباس شد و 500 دیگه هم کرایه خیاط شد 1000 افغانی. و ما بگم که از ما این یک تغییراتی که بود از ما بیشتر شد، از ما 2000 یا 3000 بیشتر از لباس ارزی شد داره دریشه گرفته بودیم.
به این شکل برگزار شد و هیچ شاهکاری نیست. ما دیگه شاهکاری نمیگیم و هیچ کار نمیگیم. ما فقط یک کار کردیم که متفاوت از دیگری ها هستن. هر جوان در افغانستان فکر میکنه که این کار انجام بده، مصرفش کم شوه و برنامه خوب داشته باشه. ما فقط چیزی که فکر کردیم عمل کردیم. دیگرها فکر میکنن ما عمل نکرده. بله. ما تنها کار کردیم عمل کردیم. مشخصا هدف چی بود؟ و گرچه نظر از شکریه جان بلی شاید توافق نظر هم بود که شکریه جان گفت که توافق نظر بود، هدفتون چی بود؟ میخواین که از این طریق چه پیامی برای جوانان افغانستان داشته باشین و به مردم افغانستان که حالا عروسی ها در سالن های بسیار بزرگ با هزینه های بسیار هنگفت برگزار میشه، هدف شما چی بود؟ میخواین چه پیامی داشته باشین برای همتون؟ پیام مایی است و هدف و پیام چیز متفاوت است. ما هدف از این کار ای هست که بعضی هنجارها، بعضی ارزشها انحراف کرده در افغانستان، از حالتی که باید باشه به چیز دیگه تغییر کرده. مثلا در شرایط افغانستان عروسی که به این وضعیت گرفته میشه، به این حالت گرفته میشه، این واقعا خیلی کسایی که داره درست، اما خیلی کسایی که نداره میخوای که مرقم زندگی بکنه، اما این چی نمیشه. من میگم که بیاین جوان ها یک کار بکنن، همین قسم که دفعه قبل گفتیم، چیزی را که فکر میکنه در زندگی خمال کنه واقعا موفق هستن. بله عروسی که ما گرفتیم ایده از شکریه جان بود، ما پلایش دادیم، یک چیزی جور کردیم. جوان های افغانستان ایران بفهمند که در شرایط فعلی رسم رواجی که هر کس خوب باز یک چیز میگم، هر کس که یک کار میکنه به نظرش خود خوب است. من نمیگم که عروسی که به شکل گرفتم خوب نیست، اما ما از خود میگم چیزی که فکر کردیم عمل. بله بسیار عالی. میشه که برمان آخرین سوال برما بگوین که مکمل مصرف ازدواجتون چقدر شد؟ باز هم یک شعر، گرچه من سال اول دانشکده ادبیات تمام کردم، سال دوم میشه ادبیات میخوانم، بیشتر شعر مینویسم. شعر من شعر سپیده و خیلی علاقه زیاد به دارم که متن بنویسم، شعر بگم. و یک شعری که از سهراب سپهری میگه: هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر، هوا عشق، زمین مال من است، چه اهمیت دارد گاه اگر برویند قارچ های غربت. و در ادامه صحبت ها قسم که سفتری صحبت کرد، ما حالا بعضی کسا میخوایند که مؤدب تر باشن چی، ولی من طبیعت خیلی شوخ دارم و دوست دارم متفاوت تر از دخترها باشم، گرچه احترام خاصی به دخترها دارم. ولی من خودم، گرچه سوال اینجا نیست، ولی از لحاظ روانشناسی بعضی از دخترها طبیعت پسرن، یعنی عادتها و رفتارهایشان شبیه پسر هستن، که من از جمله دخترها هستم. و در کل میخواستم یک زندگی قسم سفتری بیان کرد، زندگی خیلی متفاوت داشته باشم و همه ایده های مال خودم باشه و یک جور زندگی خودم را خودم بسازم. نه که مثلا، درست است بعضی پدرها، مادرها، خانواده ها یک معیار برای آدم، یک راه برای آدم میسازن و دوست دارن که آدم شبیه اونم از اون راه و شبیه هم از اون روش راه بره. ولی ما باز هم میگه که آنچه تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد هر آرزوی متقین، آدمی در عالم خاکی نمیآید به دست، آدمی از نو بباید ساخت و از نو عالمی. یعنی هر انسانی که هر عالمی را بر خود بسازه و هر آدمی که بخواهد باشه، میتونه به مو اندازه موفق باشه، شاد باشه، رومانتیک باشه و عاشقانه. و در کل هزینه تمام عروسی ما که تقریبا 20,000 افغانی خانه فرهنگ از ما گرفتن و لباس عروسی هم که گفتن که 1,000 افغانی شده، کلن که همه سرتاپ باشه به سنجیم 50,000 افغانی. و یه چیزی اگر وقت داشته باشه، وقت برنامه خیلی کوتاه هست. به اضافه گپای سفتری، ما گفته میتونیم که انسان ها قسمی که میخواین اما قسم میتونن زندگی کنن. و پیام آخر ما بر دختر خانوما، بیاین ارزش واقعی خودمان را خودمان پیدا کنیم و هیچگاه خودمان را با مادیات مقایسه نکنیم. ما همانیم که هستیم و عاشقانه زندگی کردن شخص باشین و خوشبخت بمانین. تشکر بسیار زیاد از این برنامه. عزیزان، میام برنامه خیلی کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم.